احتمال افزایش فشارهای سیاسی و نظامی بر طالبان و افزایش فشارهای دیپلماتیک به پاکستان. جنرال جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، میگوید که پیشنهاد حکومت افغانستان برای طالبان مسلح یک فرصت است تا با دولت افغانستان صلح کند. به گفته او، فشارها بر طالبان باید ادامه یابد و هدف فشارهای سیاسی نیز این است که پاکستان متقاعد با آوردن طالبان به میز گفتگوهای صلح شود. در برنامه کنونی در مورد مؤثریت این فشارها بحث میکنیم. مهمانانم در بحث حاضر جنرال عتیق الله عمرخیل، آگاه امور نظامی، محمد داود کلکانی، عضو مجلس نمایندگان، و اسدالله وحیدی، استاد دانشگاه کابل. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. جنرال صاحب، بحث با شما آغاز میکنیم. این نخستین بار نیست که مقامات آمریکایی میان و در مورد افزایش فشارهای دیپلماتیک بر پاکستان و افزایش فشارهای نظامی بر طالبان سخن میگن، اما واقعا این فشارها تا هنوز اعمال شده و یا امیدواری برای اعمال این فشارها وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، جناب کلکانی صاحب ته، زموږ زلمی انډیوال ته، او د تلویزیون ډیرو درنو تخنیکي همکارانو ته، او لیدونکو ته وړاندې کوم. ښه شپه مو ورته غواړم. زه کله چې نیکلسون په کندهار کې غږېده او خبرې کولې، ما ته یو شی را په یاد شو. هغه دا و چې دا د افغانستان د امریکا په ستراتیژي کې او په خبرو کې شعار زښت ډېر دی، وعدې ډېرې زیاتې دي، ولې عمل ډېر کم دی. دپاره د دې چې تقریبا اووه میاشتې کېږي چې د ترامپ ستراتیژي طرحه شوې ده، اعلان شوې ده، او ویلي دي چې ورځ تر بلې نارې وي چې په پاکستان به فشارونه زیاتېږي، ماموریت قاطع حمایوي چې هغه ده، هغه به خپل عملونه قاطعانه اجرا کوي، ولې ورځ تر بلې چې ګورو طالب قوي کېږي، حملې زیاتېږي، زموږ خلک تلفات ورکوي، مړي زیاتېږي، ملکي خلک زیاتېږي. تاسې په فکر کړی چې دغه خلک مست کړي؟ تنها ملل متحد چې اعلان کړی چې 2325 نفره تنها زموږ بېګناه وطنوال چې نظامي هم نه دي، مړه او زخمیان دي، چې 315 تنها مړه دي، شهیدان. یعنی جنرال صاحب، شما این دیدگاه های متناقضه که حداقل در میان مقامات امریکایی وجود داره فکر میکنین از کجا منشأ میگیره؟ حداقل استراتژی جنوب آسیای ایالات متحده امریکا را که شما اشاره کردین، بر بنیاد او استراتژی ترامپ اعلان کرد که ما هیچ گونه گفتگوی با طالبان نمیکنیم، اما نیکلسون میگه که طالبان بیان به میز گفتگو صلح بشینن. گوری اول حضر نیکلسون نپختنه کوم چې ته نظامیه که ملکیه؟ که ته نظامیه، صلح و سیاست مداران کوي. دیو نظامی وظیفه جنگ ده، دیو نظامی وظیفه پیروزی ده، دیو نظامی وظیفه اصلا هغه څه ده چې دی په خپله وظیفه کې، دی په خپله دنده کې باید داسې یو کامیابي لاسته راوړي چې هغه د ټولو د سترګو لیدلی حال وي. په دا یو نیم یا دوه کلو کې نیکلسون چې په افغانستان کې راغلی په نامه د حمایه قاطع په افغانستان ته، ما خو د ده هیڅ نوع پیشرفت په افغانستان کې نه دی لیدلی. ډېر زیات مثالونه به لرې نه ځو، نږدې به ځو. در زاب ولسوالۍ کې سخت ظلمونه سوي دي، فاجعه وسوي، اما دیده ده حمایه قاطع څه سوه. نن په غزنی کې، پرون په غزنی کې زموږ وطنوال شهیدان سو، زموږ امنیتي قوتونه شهیدان سو، حتی ولسوال پکې شهید سو، ولې دیده ده حمایه قاطع چیرته و؟ دی ده حمله چیرته و؟ دی ده خلاصون چیرته و؟ اما در برخی از ولایت گرفته جنرال صاحب، در ولایت فرا یک پایگاه بزرگ از طالبان منهدم شد و همچنان چندین پایگاه و حتی فابریکه های مواد مخدر در هلمند نابود شدند. زیر تاثیر منم، اما هر وقت منهدم شد چې موږ فوق العاده تلفات ورکړي، دومره تلفات ورکړي چې په تاریخ د فرا کې دونه نه ورکړي. باید دغسې موږ تلفات ورکړي، زموږ سربازان، زموږ پولیس، زموږ امنیت خلک هلته په شهادت ورسېده، بعد لغه دوی خپل عمل ته انجام وکړه، ولې نسوه کېدی چې دا اول کې شروع کړي وای. دپاره دې وایي په یو د نظامي او مقوله ده چې ته به کوشش کوې چې دښمن پیش لږه په تا حمله وکړه، تېله به یې نیسې.
یعنی حداقل امیدواری شما هم همی است اگر صحبت های از اینا واقع بینانه باشه و چون این فشارهای نظامی ایجاد شده میتونه که طالبان را شکست بده. کاملا گوری که چیرته یو دخمن راغی او دیتا قطعات بمبارد کلی اقا تیاره تولی بیا دیتا وظیفه ندجره کلی که چیرته یو دخمن راغی دیتا قطعه لبای نیو لقطعه وینو بیا تا اقا دخمن اوتا که ورد میکن تا خپل وظیفه ندجره کلی دا په طول تکتیکو که واضح نوشته ده اگر وقت موافقی چی دخمن مخیل دینه چی تا باندی حمله و کتا دخمن لبینه ایست اما تروس ما پا ده که ونه لیده چی کم زای که با منگ بانده ده سی سخت مسئله را غلی مشکل مسئله برا غلی او دو با پکی اقدام کلی باید لگه چی من خود تلفات ور کلی پاخره دو کلی ده یو دویم کم فشار ما خود تروس با پاکستان ونه لید لحقه وراد چی ده ماموریت قاطع سواید لحقه وراد چی ترامپ وزی پیجر که پا خار ده کابل که پینزل از حمله سوی دی ولی و غلطی تن بخار دی کابل که او لوی ترین بام بخار دی کابل که و این فجار کلو یا تانکر وای دی بام وای ارسی چورتا وای ام ده کسی پا نور زایو که تاسی و گره ولی دا پاکستان کم فشار ما هنلی دا کم پرونی را غیدل تا دقیق دا سید رازمی لبنگ سر و ماده چی پا ما یا ماده که واضح لیکل سوی و چی دیو بل پا خواه را با مونگ تعرض نکو او دوی مستقیما په ځازی میدان او په بند دند پټان کې دوی حمله وکړه اگر زه ښه جواب یې ولید موږ د دوی اردون هم ډېره مننه کوو پولیس هم ډېره مننه کوو سرحدي هم او د خلکو نه زیاته دا مننه کوو دوی ولید خپل عمل ولې عمل خو اجرا شو دوی خو دا حمله وکړه یعنی د هغه نه خو تخطي پاکستان وکړه د دوی په مقابل کې چی وکړه تشکر. دی مونږ په خاوره باندې اجازه راکړه د خپل خبرې دی مونږ په خاوره کې په همدغې ومیاست کې د دوی راکټونه هم راغلې د دوی تیارې هم راغلې ګورئ حریم د هوایی د مونږ نقص سوی دی ځمکنی حریم زمونږ نقص سوی دی د ملل متحد په ټولو اصولو کې دا لیکل سوي دي چې حریم هوایی د یو مملکت او زمینې دا مسؤول دی څوک حق نه لري ولې دغه امریکا همدغه جال نیکلسن یا حتی یوه خبره د پاکستان په باره کې ونکړه پس کوم فشار وایي ویني چې ولې د افغانستان د سرحد په وضاحت گفت که ما فشارهای سیاسی را به پاکستان بیشتر میسازیم دا خو یو په حرف ده که په عمل کوم زه مثالونه درته لاقل دوګونه خو به ویلو پاکستان د سید را کچونه ولې ولې دا تیاری د تاسو ودی راځي حریم دی او مملکت نقص کوي تشکر دا د تاسو اصلي د نلشي ولې راغله په خوست باندې حمله وکړه تشکر لاقل دا خو وایي کنه کوم فشار تشکر فشار نه لري پاکستان بل باور شما هم همین گونه است که تا اکنون هیچ گونه فشار مؤثر نظامی از سوی ایالات متحده آمریکا به طالبان و گروه های حراس افغان ایجاد نشده و پس از این هم این فشارها افزایش نخواهد یافتند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم تلویزیون، حاضرین محترم در میز، همکارای تخنیکی شما. بحث فشار اگر ما به تحلیل و ارزیابی بگیریم بالای پاکستان، آن چیزی که لازم بود و لازم است که باید بالای پاکستان فشار وارد شود، متاسفانه او فشارها هنوز هم بالای پاکستان وارد نشده است. به خاطر از اینکه پاکستان یا از جمله کشورهایی است که توریسم تربیه میکنه، حامی توریسم است و توریسم صادر میکنه و کشورهای منطقه، کشورهای جهان و حتی کشورهای دور از اثرات تربیه توریستان از این بی بهره نیستند. ولی اما آقای کلکونیر شما نمونه های از فشار نمیدانید. وقتی سال گذشته کنگرس ایالات متحده آمریکا آمد و کمک های نظامی آمریکا را به پاکستان من میده سرش میم فشاری که من قبلا نام گفتم فشاری که لازم است وارد نمی کنه این به این معنی که فشارهای بسیار اندک که اصلا مثلا کمک های نظامی رو بالای پاکستان قطع میکنه و میگه که اگر شما همکاری کنین دوباره او رو به شک نیزی که همه کمک ها رو قطع نمیکنه، یک مقدار و یک اندازه در بخش های نظامی که است او رو قطع میکنه و میگه که تا وقتی که تو با در مبارزه با توریسم همکاری نکنی این برات چیزه. بعد امریکا فراتر از این میرفت و بعد از جمله پاکستان از جمله کشورهای
حامی توریسم بعد در بلک لیست یا لیست سیاه درد میکرد برای تماما دارایی هایش در بانک ها خارجی وجود داشت او رو منجمد میساخت برای افراد و اشخاص و کسایی که در دولتش کار میکنن برای زبا باید تحریم وارد چیز صادر میکرد که به کشورهای بیرون سفر کرده نمیتونستن و امثال از این و حداقل بر اولین بار ترامپ در ادبیات سیاسی و کار برد که پاکستان و از گروه های شبکه حقانی حمایت میکنه و کمک های امریکا تا او زمانی که این همکاری ها را قطع نکنه بله. ادامه پیدا نمیکنه ما این بسنده نمیدانیم این را مو حدی میدانیم که حد بسیار ابتدایی بخاطر از اینکه شما میبینید در مدت 18 سال و یا کمتر و بیشتر از او نیروهای امریکایی را در افغانستان طالب ها یا کسایی که به دستور پاکستان این در افغانستان جنگ میکنن از بین بردن قوای افغانستان از بین بردن مردم افغانستان از بین بردن طفل و زن و اطفال و موسفیدا و همه مردم افغانستان به اشکال مختلفش توسط انفجار، انتحار و حملات خود از بین بردن اما یک روز هم امریکا در سازمان ملل متحد در شورای امنیت ملل متحد نه امریکا و نه حکومت افغانستان متاسفانه که حکومت افغانستان هم باید این مسئله ما مسئول بدانیم که یک روز تریبین و ملل متحد اینا اعلان نکردن که پاکستان حامی تروریسم است اونا همیشه هم پاکستان هم امریکا و هم افغانستان متاسفانه میگن که ما هم قربانی تروریسم هستیم و پاکستان هم قربانی تروریسم است در حالی که پاکستان حامی توریسم است، صادر کننده توریسم است و بالاخره تربیه کننده توریسم است. هم به هند میفرسته، هم به افغانستان و هم به کشورهای دیگه. نه تا هنوز حکومت افغانستان و نه امریکا ایگه پتال اعلان نکرده است. اما حکومت افغانستان حداقل اعلان کرد با برگزاری کنفرانس دوم کابل شما دیدین که گفت عامل اصلی جنگ افغانستان پاکستان است و نیاز است پیش از گفتگوهای صلح با طالبا با حکومت پاکستان گفتگوهای رودرو صورت گپ مایی است گپ مایی است درست است در کنفرانس کابل گفت ولی بسیار ناوقت یک دو رئیس جمهور افغانستان به سازمان ملل متحد رفت نماینده افغانستان به سازمان ملل متحد اونجا حضور داره رئیس جمهوری افغانستان به سازمان ملل متحد رفتن بیانای رسمی که از جانب افغانستان در سازمان ملل متحد اعلان شد درو باید تذکر میداد که پاکستان از جمله کشورهای حامی توریسم است و نباید میگفت رئیس جمهور افغانستان که افغانستان هم قربانی توریسم است و پاکستان هم این حرف بسیار غلط و بیمورد و بیجا به خاطر از اینکه ما قربانی توریسم هستیم افغانستان قربانی توریسم است نه پاکستان پاکستان حامی توریسم است اما متاسفانه از حنجره های حکومت یا دولت مردای افغانستان این حرف بیرون نپرامد و پیشتر شما در قسمت فشارهای لازم گفتن یعنی باورمند هستین که به قدر سادگی امکان پذیر باشه که تمام این فشارها با یک بارگی بالای پاکستان اگر اگر با سلسله مراتب آهسته آهسته اگر امریکا با مردم افغانستان با حکومت افغانستان صادقانه عمل میکنه و طبق معاهده استراتژیکی که ما با ایالات متحده امریکا داریم و معاهده امنیتی که با ایالات متحده امریکا داریم در معاهده امنیتی واضحاً در موادات تذکر یافته است که هر کشوری که امنیت افغانستان اخلال کنه و به افغانستان تعرض بکنه امریکا و ناتو که ما معاهده استراتژیک با ناتو هم داریم معاهده امنیتی و هم استراتژیک و هم امنیتی در هر دوش تذکر یافته است که با جانب افغانستان کمک سیاسی تشکر. نظامی و کمک های مختلف ما به شکل واضح و روشن به مشوره حکومت افغانستان ما این کمک ها رو میکنیم اما تا فعلا پاکستانی ها به افغانستان تعرض میکنن جنگ میکنن راکت میزنن توریست ها رو صادر روان میکنن انفجار میکنن انتحار میکنن ولی یک روز هم عکس العمل امریکا متاسفانه در برابر پاکستان به شکلی که لازم است نبوده است فکر میکنین در صورتی که اگر فشارهای لازم از طرف ایالات متحده آمریکا نه هم بالای پاکستان و نه هم بالای طالبا ایجاد شده در صورتی که این بار واقعا صداقت آمریکا در این امر قابل عمل باشه و صادقانه گام بردارن و فشارهای سیاسی و دیپلماتیک لازم بالای پاکستان بیارن فکر میکنین پاکستان آماده خواهد شد تا طالبا را به میز گفتگوهای صلح بکشانه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته زموږ مشر جنرال صاحب ته وکیل صاحب ته د ټلویزیون کتونکو ته زه فکر کوم چې یو څه متفاوت باس پکار دی که مسالې ته د افغانستان له زاویې نه ګوري نو اړتیا ده چې امریکا پر پاکستان فشار راولي پاکستان باید د افغانستان په سلو ثبات کې مرسته وکړي مګر که په سیمه کې د امریکا سترو اهدافو ته ګوري په ځانګړي ډول کله چې په 2013 کال کې د امریکا د ملي امنیت نوې تګلاره اعلانېږي ډېر واضح بیانېږي چې امریکا د امریکا اصلي دښمنان څوک دي ډېر واضح دي چې روسیې نوم اخلي په سیمه کې د خپلو اهدافو لپاره امریکا په افغانستان کې جګړې ته اړتیا لري نه سولې او ثبات ته سولې او ثبات زما ضرورت دی ستا ضرورت دی د هر افغان ضرورت دی جګړه د امریکا ضرورت دی سوله د امریکا ضرورت نه ده یعنی په دې باید موږ دقیق پوه شو زه باور لرم چې که امریکایان وغواړي که په رښتینې معنا امریکایان وغواړي اوس موږ تاسو بحث کوو ماښام دی مازدیګر دی سبا تر دغه وخته پورې افغانستان کې سوله او ثبات راځي تاسو به وګورئ چې په ډېر شدت سره افغانستان ته امن او ثبات راګرځي په 2001 کال کې په ټولو طالبانو حمله کیږي د اکتوبر له 1 نه تر 28 پورې تر 28 پورې په 28 ورځو کې په ټول افغانستان کې په 28 ورځو کې طالبان ماتیږي مګر اوس 18 کاله جنگ دی طالبان نه ماتیږي په 2001 کال کې په 24 ساعتونو کې د پاکستان په موقف او دریز کې 180 درجه تغییر راځي د امریکا د اختار نه وروسته ځکه چې اختار واقعي او جدي و مګر په 18 کلونو کې د امریکا د اختار او ګواښو پاکستان هیڅ تغییر نه راځي بل تاسو د امریکایانو کتابونه ولولئ د اس ریاست نه واخله د خلیلزاد تر کتاب تر دوی کلیکس اسناد ټول اسناد او شواهد ښیي چې 2001 نه 2002 2003 کې امریکایان پوهېدل چې پاکستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي مګر نه منله حتی تاسو به لیدلی وي چې د پخواني حکومت د حامد کرزي او د امریکایانو جنجال په دې مسله راغی امریکایانو دا نه منله حتی چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي حتی د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرې نه کولې د امریکایانو فشارونو وچې تاسو خبرې وکړې نو اوس نتیجه دا نه ده چې امریکا تېروتنه کوي یا امریکا اشتباه کوي نه د امریکا پلان دا دی د امریکا هدف ته دی د امریکا ګټه په دې کې ده چې باید په سیمه کې په افغانستان کې ناامني دوام وکړي ولې په نوې تګلاره کې روسیا او چین د اساسي خطرو په توګه یاد شوي دي حتی د امریکایانو الفاظ ده دي چې تر تروریزم زیاد چین او روسیه د امریکا اهداف ته خطر دی یعنی فکر میکنین که ایالات متحده امریکا به خاطر مهار کردن خطرات حریفانشان به باور شما که روسیه و چین است میخواهد که ناامنی رو در افغانستان ادامه بده تن افغانستان نه دی افغانستان که به جنگ وی افغانستان که جنگ دی مگر افغانستان که به جنگ نه پاتې کیږي دا جنگ غزیږي د جغرافیه بزیاتیږي کله چې په وروستیو کلونو کې په شدت سره د افغانستان په شمال کې جنگ زیاتیږي د دې واضح پیغام دی واضح معنا یې ده اوس خوست دومره نه دی نام نه لکه کندوز اوس لغمان دومره نه دی نام نه لکه بغلان اوس غزنی په هغه حد کې نه دی نام نه لکه فاریاب اوس داعش په کونړ کې په هغه حد کې نه دی قوي لکه په جوزجان کې لکه فاریاب کې واضح افغانستان د امریکایانو د اهدافو لپاره استعمالیږي یعنی زموږ خاوره د خپلو اهدافو لپاره کاروي پس بیانات را که مقامات امریکایی مبنی بر فشارها به طالبا و ایجاد فشارهای دیپلماتیک به پاکستان میتن فکر میکنین نشانده دی چی است؟ د څو کارو لپاره ده که یو د غوړ چې په نړیواله کچه وخی چې موږ په افغانستان په جګړه کې واقعي موږ رښتیا له طالبانو سره جګړه کوو موږ په واقعي معنا له پاکستان څخه غواړو چې په افغانستان کې د افغانستان په سولې او ثبات کې مرسته وکړي په دې خاطر فشار راولو په نړیواله کچه په امریکا کې دننه او په افغانستان کې د عامه ذهنیت د غولولو لپاره عامو خلکو ته د فریب ورکولو لپاره دغه ډول څرګندونې کیږي له دې پرته هیڅ منطق دا نه ایجابوي چې طالبان دې په 28 ورځو کې مات شي خو په 18 کلو کې دې مات نه شي د پاکستان دریز د په 24 ساعتو کې 180 درجه تغییر شي په 2001 کال کې خو بیا وروسته نه تغییرېږي تر دې جالبه ده په قطر کې طالبانو دفتر د زه ورغلی یم خبرې مې کړي ورسره په قطر کې د طالبانو د دفتر او د امریکایانو د بیس ترمنځ دومره فاصله ده لکه ستاسو دفتر او د کابل د هوایي ډګر ترمنځ که امریکایان وغواړي خو طالبانو سیاسي نمایندګي ده او تر دې جالبه ده
دا سیاسی نمائندگی د افغانستان حکومت پر رسمی ډول وتړله. حامد کرزی پر رسمی ډول دا وتړله، وی ویل چې دا غیر قانوني دی، موږ اجازه نه ورکو. مګر د امریکایانو خوښه وه د نمائندگی په قطر کې اوس هم فعاله ده. او یعنی حتی بایی تحلیل فکر میکنین که اقدامات را که حکومت افغانستان روی دست گرفته که روند گفتگوهای صلح کاملا افغانی باشه و گفتگوها هم با حکومت افغانستان رو در رو صورت بگیره بدون کدام کشور ناظر دیگه، یعنی یک اقدام خوب است با تحلیل شما که نه خیر متفاوت بسته. طالب لسره دی حکومت سره خبری نکوی، حتی تر دې اندازې چې دی حکومت غخت جواب نه وای. یعنی لکه دومره پاغستر ګورته ګوري لکه تاسو یو چاته ډیر زیات اهمیت نه ورکوي، حتی چې هغه درته سلام اچوي تاسو سلام تعلیک نه وایي. طالبان خو وایي زه حکومت د سره حسابوم، نظم مشکل امریکایانو سره دی. نو په دې اساس موږ د حکومت هڅې دا نه د سولې لاره ده، نه په دې ډول سولې ته رسیدلی شو. په افغانستان کې د سولې او د ثبات لپاره، په افغانستان کې د امنیت لپاره موږ د امریکایانو سره ډیر واضح خبرې باید وکړو. د ملي وحدت په دغه تسلیم شوې پالیسۍ چې په امریکا کې ټویټ وشي، ټرمپ ټویټ وکړي، دوی که جنگ وي جنگ، که سوله وي سوله، امریکایانو چې هر څه وایي دوی ورسره مني، که امریکایان ملکي وګړي وژني دوی ورسره تاییدوي، که امریکایان جنایت کوي دوی تاییدوي، که امریکا هر کار کوي. حتی د افغانستان سره مخکې اشاره وشوه امنیتي تړون لري. په امنیتي تړون کې واضح لیکل شوي چې کله یو بهرنی هیواد په افغانستان حمله کوي نو امریکا به له افغانستان سره په ګډه ځواب وایي. مګر د پاکستان راکټونه په یو ورځ 160 راکټونه راځي، الوتکې راځي، بمبار کوي، په ډنډ پټان کې برید کوي، په ځاځي میدان کې برید کوي. د حکومت خو د امریکانو ته وایي چې لالا ته خو زما سره امنیتي تړون لري، ستا ځواب څه دی؟ په دې خاطر زموږ حکومت خو بیخي د حد نه ډېر د امریکانو لمن کې ځان غورځولی. نیکلسن میگه که فشارهای دیپلوماتیک به پاکستان بیشتر میسازم، فکر نمیکنین در واکنش به همین موضوعات باشه؟ دا فقط عوام فریبی ده، له دې پرته هیڅ شی هم نشته. عکس العمل داده چې د پاکستان توغندی شن شي، عکس العمل داده چې الوتکه عراق له باید وویشتل شي، عکس العمل داده چې پخوا به طالبانو په کورولا موټر کې، په سراچه موټر کې به یې رالیږل، ځانمرګی به و. اوس مازدار اډکوي، اوس امبولانس نه کار اخلي، وحشت زیات شوی، جنایت زیات شوی. موږ د دغه اول فشار شنه واقعي فشار، زه جنرال سره موافق یم، د وکیل صاحب سره که بیا کوم فشار هم دی، د دغه فشار نتیجه منفی ده، نه مثبت. موږ لا زیات د وحشت، جګړې، وینې او وژنو طرف ته تللي. تشکر. پیشتر هم بحث بیشتر شد روی از این که تا هنوز فشارهای لازم بالای پاکستان نامده. با تجربه نظامی که شما دارین، فکر میکنین مکانیزم اجرایی که بتانه فشارها مؤثر باشه بالای پاکستان چی است؟ گوره دو دیر مهم فشارونه که چرت وارد سی پوی مملکت باندی، اگه مملکت البته نظر پر خپل شرایطو چلری یو خواهد زان باسی. یو حقه ده سی نظامی فشار ده، فوقلاده سی نظامی فشار پوی مملکت باندی وارد سی. البته هغه مملکت کیدای شي چې خپل اهداف ستلري هغه در سره ومني. او دویم هغه فشارونه دي چې هغه اقتصادي فشارونه دي، چې اقتصادي فشارونه ډیر مهم، ډیر اساسي دي. تاسو ګورئ په نظامي دغه لحاظ باندې خپل د امریکایانو سنا مجلس واضح وایي، واضح خبره کوي چې دو تقریبا یو هفته مخکې به تاسې اورېدلی وایي، تر هغه پورې چې مراکز عمده د تروریزم په پاکستان کې تمویلیږي، پلان ورکول کېږي، هغه ته تجهیزیږي، په افغانستان کې موافقت امکان نشته. دا خپله دغه وایي چې مانا چې تغیر نظامي فشار په هغه نقطو کې وارد نه شي چې هلته مراکز دي، بنان تاسې به له جنګه هیڅ وخت خلاص نه شئ. دویمه خبره ما د توری چې اقتصادي مسائل دي، پاکستان نن ورځ 2 میلیارد ډالر د خپل باسازي دپاره امریکا ورکوي. تنها 200 میلیونه ډالر دي چې هغه په دري نور ټولې ورکوي، او د هغه پیسو نه دوی ویني راکټونه جوړوي، دوی نوي وسایل جوړوي، دوی ویني. او بل هغه ده که چېرته په رښتیا فشار وارزیږي، دوه کاره دی وکړه. یو د پاکستان په حیث د حامد تروریزم وپیژني، امریکا دې وپیژني چې دا حامد تروریزم ده، طبعا ملل متحد د امریکا په لاس کې ده، سبا یې هغه ټول پیژني.
یعنی فکر نمیکنین که این اقدام هم صورت میگیره و تلاشایی که در حال حاضر جریان داره پیش زمینه و یا آمادگی باشه به خاطر گام بعدی؟ گوری زدر تو همچی افغانستان و رستر بلی پا دیر خطرناک حالت که رازی در نظامی لحاظر دیر خطرناک که رازی لیدکی کسی آهسته آهسته و قرار قرار افغانستان به تقابل دی دو قوتونو که واقع کیگی روسه وایی چه تروریزم خاصتا داعش امریکای تقویه کی امریکا را وصله او لازره لاتو تر لازره نفر رو لعراق او لسورین امریکا پا تیارو که را وصلی پا افغانستان که کتکلی دی بنا انده زانت حق ورکی روسیه چه دل تراسی دی طالبان و سر پا هر شکل چی دی دی پا مقابل که مبارزه و که یعنی منگ پا تقابل که واقع سو منگ میدان دی جگلی سو دادی منگ دل پار و رستر بلی خطر را کده در دغه جنگ هم هغه ډېر خطرناکه ده چې موږ په ډېرو بدبختیو خواته روانېږو اما دا کار وینې امریکا حتی جواب نه وایي په دې کې هغه ورته وایي چې دا تیارې چې موږ وایو چې د راضي دي کوم مملکت نه دا یې چا دي د امریکا جواب نه وایي دا یوه خبره در چنین وضعیت شما فکر میکنین بار ملامتی بیشتر روی نیروهای امریکایی است یا روی شانه های رهبرای حکومت وحدت ملی تا صدای خود بلند بکنن و مقامات امریکایی را هم پاسخگو بسازند و مقامات روسی را هم بخواهند تا بلکل. هر دو رو در رو صحبت بکنند. خبر داد از بدی من کرنه ایم. امریکا دی من سر کمکونه کلی خیلی ری پیسی را کلی دی. مگر پا دقی جنازی سی من تر روانی دی دا پیسی نپیارزی. دقی لاره که بدی من سر کمک کلی وی. چی دایش نوی پریخی چی پا افغانستان که رشد کلی وی. طالب نوی پریخی چی پا افغانستان که رشد کلی وی. دا شل گروز نور را پیدا سوی دا یه نوی پریخی اولا بیرون را لطه دو خویه اولا کشپیته زر سرباز پا دیو مملکت که درلوده دا خو کم قوت نده دا دیر قوت ده اما دوی دا کار و نکه او عمدن قصدن افغانستان بی ثباتی تلال بحران تلال او افغانستان تا دی سولی حد سرک نلگی که دوی وای سیمونگ پا با طالب بانده فشار اولا کم فشار پا جبه دی جنگ که افغانان جنگی گی. خفیفترین سلا دیده پلاس کده ضعیفترین اردو منگه لرو پیسی دی غیرت پیسی دی مورال که مگر تا قابل ترجیه ورکو چی رختی افغانان دی با وطن مهین دی قهرمانی کهی شهیدان ورکهی هیچ وقت دخمن تا نتسلیمی گی اما با تخنیکی لحاظ بانده ضعیفترین اردو دیده تا تشکر هوایی قوت قطعا نلره یا دو بمبیره که در کلی دی او په غوښمن ته افتخارم کوي تشکرم ترې کوي خبره دا ده یو مملکت وخت یو جګړه به خصوصا هغه جګړې چې جبهي دي هغه ډېر اسانه دي ولی هغه جګړه چې چریکي جګړه ده لکه اوس په افغانستان کې روانه ده چې ته ښه قوت ونه لرې ښه سلا ونه لرې تې نسې ګټلی تشکر ته چې ښه استخبارات ونه لرې تې نسې ګټلی د بلې خوانه زه بله درته وایم گوره امریکا وینی چه افغانستان همیشه دی پاکستان للاسه کل لار پی بنده ای بین للی لار چه منگ سر پا توافق که دی ظاهر شاه پا وقت که دقیق توافق سویده چه باید دقیق لار چه لکراچه اینه تر دقیق پر رازی دا باید خلاص سوی او بین للی قانون هم دقیق ده ار او رازی چه زلی سیرابانی بنده ایه ولی امریکا یاو غاق بنده که که بابا دلته خو وړه راځي دلته مواد ارتزاقي راځي د انسانانو دپاره راځي بل راځي حتی د هند موږ سره کومک د غنمو کړی و کراچۍ ته یې پرېنښوده لاره یې بنده کړه امریکا ورته نه رسولې دا لار بنده یې اوس هم زه درته وایم ما زه په یقین سره دا خبره کوم که څوک یې مني که یې نه مني تر پردې تر شا پورې امریکا اوس هم د پاکستان سره ولاړه ده په ظاهر کې دا خبرې دي چې موږ ته یې کوي د پردې شاته حتی ډیپلوماتان راځي او سره غږیږي پاکستان ته اطمینان ورکوي چې په تا باندې څوک غرض نه کوي د همغه له خاطره ده چې خپله وزیر خارجه د پاکستان نارې وایي چې د ترامپ ستراتیژي په افغانستان کې ناکامه ده د څه په مقابل کې وکړه دویم خبر دی تا د سوال په باره کې زه وایم ته وایي چې د موږ حکومت چې کوم حکومت اول دا حکومت تا ته جوړ کړه امریکایانو دوه سره له همغه ورځې تا په افغانستان کې ضعیفترین حکومت راوست
چه غیر دی امریکا له مشورین بل څه کوله تشکر جنرال صاحب به شما دوباره برمیگردیم آقای کلکانیان چرا که جنرال صاحب به او هم اشاره کردن فشارهای نظامی و اقتصادی بدون شک که هر دو مورد در موجودیت ظرفیت‌های داخلی یک کشور هم ربط مستقیم داره یعنی شما فکر میکنین حکومت افغانستان در بعد نظامی و در بعد اقتصادی ظرفیت‌های لازم را داره که جلب توجه ایالات متحده آمریکا را به خود جلب بکنه و به اساس از او بالای پاکستان هم فشار بیاره؟ اصلا چیزی که ما همیشه بر از او تمرکز کردیم و گفتیم که افغانستان باید بدیل در منطقه به جای پاکستان شوه به این معنا که دولت مردای افغانستان باید در قسمت روابط خود با کشورهای قدرتمند جهان امریکا ما تقریبا با 11 کشور معاهده استراتژیک امضا کردیم با ناتو و ایالات متحده امریکا هم معاهده استراتژیک امضا کردیم و هم معاهده امنیتی امضا کردیم این ما گفته میتونم که حد اعظمی معاهدات استراتژیک ما با کشورهای بسیار قدرتمند جهان فعلا موجود است و از پارلمان هم تصویب خود گرفته است بنان این دیپلماسی فعال حکومت افغانستان میخواهد که افغانستان من حیث یک کشور متحد با قدرتهای جهان باید عرض وجود بکنه و زمان جنگ سرد گذشته است و در جنگ سرد هم افغانها بودند که قربانی جنگ سرد شدند این معادلاتی که در سطح جهان بود که افغانها تغییر دادن شما دیدین که جنگ سرد به نفع امریکا افغانها خاتمه دادن این بیشترین قربانی را مردم افغانستان به ختم جنگ سرد به پیشگاه انمی جهان اهدا کرد ولی متاسفانه امریکا و هم حکومت‌های افغانستان تا حالا توجه به این نکردین که افغان‌ها در مقابل این بزرگترین قدرت جهان کشور اتحاد جماهیری شوروی وقت بود افغان‌ها استادگی کردند و از یک طرف دیگه افغان‌ها قربانی دادند ولی امتیازاتش پاکستان گرفت امریکا هنوز هم به مو عینک جنگ سر طرف پاکستان می نگره یعنی با تجربه گذشته کلکانی سه فکر میکنین که افغان ها چرا نتونستن این معادله تغییر بدن پرسش اساسی همین جاست سیاست یک مورد به عنوان اصل سیاست خارجی حکومت افغانستان با کشورهای همسایه مطرح است او عبارت از حسن همجواری است بله. در حالی که پیش کشورهای همسایه ما مثل پاکستان ایران و روسیه اصل همجواری مطرح بس نیست و یکی از عواملی که در ناامنی های افغانستان دخیل هستن اونا دست دارن به طور مثال گروه های عراس افغان عملا در اختیار حکومت پاکستان قرار داره و اتهامات بالای ایران و روسیه هم وجود داره بله اصل گپ ما هم با این مسئله است که حکومت افغانستان باید قضایا را به شکل بسیار قویش هم در سطح منطقه هم در سطح جهان و هم در سازمان ملل متحد با یک دیپلماسی بسیار قوی با یک لابینگ قوی باید پیش ببره به خاطر از اینکه افغان ها هستند که هم در جنگ سرد و هم در جنگ با توریسم یعنی در هر دو جنگ افغان ها قربانی شدن و قربانی دادن و فعلا هم قربانی میدن اما این جنگ هر دو جنگ به نفع ایالات متحده امریکا به خاتمه رسید و فعلا هم جریان داره بنان امریکایی ها مدیون افغان ها به اضافه تر هستند یعنی به این معنا که ما از شر کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی وقت امریکا را خلاص کردیم و جهان اسلام را خلاص کردیم و کشورهای همسایه را خلاص کردیم و هم در برابر توریسم افغانها در برابر توریسم قربانی میتن کشورهای منطقه کشورهای جهان ایالات متحده امریکا از شر توریسم خلاص میکنن یعنی قربانی ما میتیم ولی اونا در خانه های خود در قصرهای خود در کشورهای خود آرام زندگی میکنن بنان امریکا باید به با افغانستان جایگاهی رو بده که من حیث یک کشوری که در برابر دو ابرقدرت یا دو هیولای قدرت جنگید است بنان ما باورم این است که حکومت افغانستان متاسفانه دیپلماسی فعال نداره و ما باید ما جایگاه پاکستان در منطقه پر کنیم به طرف ایالات متحده امریکا و پاکستان من حیث یک کشور حامی توریسم باید معرفی کنیم یک کشوری که اصلا در منطقه
با مو فکر یا استراتژی پان اسلامیزم که میگه ما باید یک قدرت اسلامی باشم در منطقه و پیش هم تا آسیای میانه و کشورهای دیگه باید تحت تسلط ما باشه، پاکستانی ها با این فکر پیش میرن. و باید افغان ها در این قسمت حکومت افغانستان باید دقیقا یک دیپلماسی فعال به کار. تشکر. فکر میکنین نتیجه ناکامی دیپلماسی حکومت افغانستان در تغییر معادلات جنگ به نفع افغانستان در چی بوده؟ اول افغانستان یو سیال قدرت نده چه لوبه وکرده چه لوبغاره نده. یعنی کتا د امریکا سره د پارتنرشپ خبره کوي، د امریکا سره د ملګری خبره کوي، اول ته باید د ملګری قوت ولري حساب کړي. زموږ حکومت د بزج د امریکا ډیر زیات ملګری وي، ډیر یو مامور پر رول کې، د امریکانو د مامور پر رول کې، د یو داسې مامور پر رول کې چې امریکان ورته وایي چې خپل مخ ووهه هم یې وهي، که وایي چې خپل ځان ته ضرر ورسوه هم یې رسوي، دغسې یو رول لوبوي. خب شما در ابتدا همی لحظه هم اشاره کردین، یعنی در صورت میتونه همکار باشه که ظرفیت داخلی در داخل هم وجود داشته باشه. مثلا ظرفیت هم مهم ده، اراده هم مهم ده، دا ډېر مهم بحث دی. یعنی د اراده بحث هم ډېر زیات مهم دی. زه دا وایم چې که تاسو د امریکای سره د ملګری خبره کوي، دا هغه وخت کې صدق کوي چې امریکا ته د ملګری په سترګه وګوري، نه د مزدور په سترګه. اوس خو د امریکایانو دید زموږ نه د ملګری نه دی، د پارتنر نه دی، د مزدور دید دی، د یو غلام دید دی. کله چې دید د غلام او د مزدور وي، نو ته څنګه د پارتنرشپ خبره کولی شي؟ امریکا راځي اوولس کاله افغانستان کې خلک وژني، اوولس کاله یوه ډرامه روانه کړې، د طالب نوم، د داعش نوم، د مخالف نوم، خلک وژل کېږي. هر ورځ انسانان وژل کېږي دلته، ملکی وګړي، زموږ پولیس، زموږ اردو، حتی خواته طالبان هم افغانان دي. هیڅوک پوښتنه نه کوي چې څه معامله دی روانه کړې، څه کیسه ده. له امریکا سره خو یو څوک بالاخره باید حساب وکړي. یو بل بحث ده چې امریکان نه پوهېږي، امریکان ډېر عمیق پوهېږي، امریکان تر موږ نه پاکستان ډېر ښه پېژني. که موږ وایو چې زموږ معلومات د پاکستان په اړه له امریکان نه ډېر دي، دا خندوونکي ده. امریکان بیخي په جزئیاتو پاکستان پېژني. دغه جګړه اصلا د امریکانو پروژه وه، او پاکستان ته یې په اجاره ورکړې، پاکستان یې مخکې وړي. اوس زموږ رول څه دی؟ زموږ رول دا دی چې تر اوسه پورې زموږ په دې جګړه کې رول د قربانیانو دی چې فقط باید ووژل شو، نور هیڅ شی نشته. موږ امریکانو سره ډېر واضح روښانه خبرې وکړو، ته چیرته ځې، څه کوې، منځنۍ آسیا ته ځې، په ایران حمله کوې، پاکستان حمله کوې، خو ستا خپل کار دی. نو زما په کندوز، په بغلان، په کندهار، په فراه، په وردګو، په لوګر کې د انسانانو وژل څه معنا لري؟ ته ځې په کندوز کې په یوه مدرسه برید کې ماشومانو ښځې وژنې، او بیا دا کوې چې ماشومانو بېګناه وګړي سپین ږیري وژنې، بیا دا کوې چې طالبان مې وژلي. ځې په روغتون برید کوي، په روغتون کې ترهګر چیرته دی؟ خو ترهګرو مرکزونه خو معلوم دي. خب حداقل مواردی است که حکومت افغانستان اعلان کردن که حداقل تنها نو فرد ملکی در اینجا کشته شده و اکثریتشون طالبان بودن. کلاکانی صاحب دلت شته دی، آیت للای داستر دروغ دی، خلکو دی روختون هم دروغ دی، پر روختون، پر کندوز که پر ملکی روختون هم لگه. اگر در قسمت گرن پر سلها و پر زرها و دغس پیخی کردی، نو جنگ چه مانا لید؟ در افغانستان پر کلو که جنگ چه مانا لید؟ زدت آقای ویدی، حد اقل اگر در عملیات های هوایی که نیروهای خارجی انجام میتن افراد ملکی کشته میشه، اگر فرزن به شکل بررسی بکنیم. در میدان های نبرد عملا عملیات توسط نیروهای امنیتی افغان صورت میگیره. چرا فکر میکنین که هیچ نوع پیروزی در اختیار نیروهای امنیتی نیست و نمیتونن طالبان را در زمین نابود بکنن؟ کندوز که جنگ دی، صحیح؟ طالبان پس چی جنگی؟ وصله جنگی بی، وصله دور سر مرمی دی، دا وصله لکومه کیگی؟ دا وصله خو یا تور تور که امریکایان و یا استاد ملی اردو پولیس و نخلی، کله دا څنګه امکان لري چې ډیورنت کرخې نه کندوز ته وصله یو؟ څنګه امکان لري؟ عقل څنګه مني؟ خب بیا داسې جنگ پکوي ناقض در میان امید دو بوره. قدرت را که شما اشاره کردین، امریکا و روسیه هم وجود داره. به طور مثال مقامات امریکایی بارها گفتن که جنگ افزاری که در اختیار گروه های عراس افغان در شمال افغانستان است روسیه فراهم میکنه. نخیر، روسیه میگه نیروهایی که در شمال افغانستان می جنگ اینا رو امریکا آورده به سمت شمال انتقال داده. خود دروستی بسونه دی چه لا هم در روسیه دی وصله پاره دی جدی بست روسیه لا هم نده مطرح شوی دی اړیکو بست دی، مگر دی وصله بس دی زیاد جدی نده شوی تر وسه. خو کندوز خو په 2015 کال کې سقوط وکړه، خو د روسیې د مرستو باس نه و. نو دا یوه دروغجنه جګړه ده، یو د افغانانو په ضد، د افغانستان د وجود پر ضد، د ولس پر ضد یوه روانه جګړه ده، او د امریکایي ګټو لپاره جګړه ده. په دې خاطر موږ باید ودرېږو، څنګه د دې جګړې په وړاندې موږ درېدلی شو؟
د امریکایانو غلامی نه ده پکار، د امریکایانو مزدوری نه ده پکار، له امریکا سره حساب پکار دی. څه کوي القاعده؟ باس والقاعده چیرته ده؟ اسامه بن لادن د چیرته وژلو؟ د طالبانو باس ملا منصور د چیرته وژلو؟ په دې خاطر یو ښه دریس پکار دی چې موږ له دغه حالت نه ووځو. آقای امرخیل، اون چیرې که آقای وحیدی هم اشاره کردن که در صورتی که فشارهای امریکا نتیجه نمیده، بالاخره مردم افغانستان خودش در برابر جنگ ساده شوند، یعنی فکر میکنین راه حل چی است؟ خیلی کوتاه به عنوان نتیجه بندی. دسته گوره که مگه اشتیا خبره و که واقعیت خبره وای کنه کلاکانی صاحب دیر را خیلی اشاره وکړه، امریکا زمون قرضداره ده. دغه اوسه موږ د امریکا دپاره جګړه کوو، دغه اوسه امریکا نارې وایي چې زه پیروزي غواړم او دغه شکست هم کړی په افغانستان کې، ولې د ما او د تا په واسطه باندې دی کامیابي غواړي. دا اوس موجوده چې ښه ورته دقیق سي او که نه یې، دغه جګړه خو امریکا شروع کړې وه د طالب په مقابل کې، ولې یې پرېښوده؟ ولې موږ ورته وړاندې کېږو؟ ختمه دې که نه؟ او په هر طریقه چې ګورې دی ختمولی سي، په هر طریقه چې ګورې دی ختمولی سي. مرکز معلوم ده، تروریزم ځای معلوم ده، هر څه معلوم دي. لکه پیشتر چې ما ویلی، که رښتیا یې، که رښتیا وایي که نه، دوی هم کماندو لري، هم استخبارات لري، هم قوت لري، همدغه مراکز د خپلو استخباراتو په واسطه هم نیوی سي او له بینه وړی سي. هلته یې د بن لادن پیدا کولی سوه، دلته هیبت الله نه سي پیدا کولی. هلته یې بن لادن پیدا کولی سوه، دلته د کوټ شورا نه سي پیدا کولی. هلته یې د عیسای په څنګ کې بن لادن پیدا کولی سوه، دلته د پېښور شورا نه سي پیدا کولی. تشکر. ګورئ، دا ټولې هغه خبرې دي چې موږ افغانان باید دا درک کړو. من افغانان، زما خبره د افغانانو دپاره وایم. اول خو یو سو، دلته مسله د قوم و ژبې، هر څوک چې کوي هغه ډېره غټه اشتباه کوي. دا یوه خبره ده. دویمه خبره، موږ باید د خپل وطن د اهدافو دپاره خدمت وکړو. خپل اهداف لرو، خپل وطن، خپل وطن باید خپله جوړ کړو. هغه هغه وخت جوړېږي چې موږ مشران او زموږ کشران رښتیا په افغانستان. تشکر آقای کلکانی، راهحل از شما هم خیلی کوتاه چون فرصت تمام است. بسیار گپ جالب جناب وحیدی صاحب اشاره کرد. ما باید با امریکا من حیث یک کشور مستقل، یک کشوری که بر امریکا بسیار مستقیم و غیر مستقیم بر پایداریشان ملت افغانستان خدمت کرده است، من حیث یک کشور مستقل و پارتنرشیپ با یک دیگر باید معامله بکنیم. ما نه غلام امریکا هستیم، نه غلامش باید شویم، نه و نوکرش هستیم و نه مامورش. بنان حکومت افغانستان مسئولیت داره که من حیث حکومت مردم افغانستان با کشورهای منطقه، کشورهای جهان و بالخصوص ایالات متحده امریکا مسائل پاک، روشن، واضح صحبت بکنه که بالاخره امریکا افغانستان رو به کجا میکشانه و به کجا میبره. ما شاهد هستیم وقتی که شما پیشتر دوستان اشاره کردن در این منطقه کارته پروان، طالب کت موترش از تیاره بی 52 زده میشه، حتی همون خانه که در پالیش تخریب نمیشه. طالب در امیل خود کارته پروان یک موتر هدف قرار میگره. آیا این طالب ها رو در افغانستان امریکا نمیبینه؟ آیا پاکستان نمیبینه؟ بنان باید حکومت افغانستان امریکایی ها رو وادار به این بسازه که در جنگ افغانستان اونا صادقانه عمل بکنن. تشکر. و صادقانه از پیشون تعهد بگیرن. تشکر. و حرف اخیر زه فقط اخر دوم روایم چې امریکا از موږ خاور استفاده کوي د خپل اهداف لپاره. کده دې حالت مخونه نشو، روسان مداخله کوي، شروع کړي د چینایان به کوي، افغانستان په دویمه سوریه بدلیږي. زه په افغانانو غه کوم چې ودرېږي او د درېدل د امریکانو کو وړاندې دي. کمو دا هیواد له امریکانو سره واضح خبرې وکړي، دلته به سوله هم راځي، امنیت به هم راځي، موږ به د عزت څښتن کیو. له دې پرته له بده مرغه خدای دې نه کړي موږ د دویمه سوریه باندې. تشکر. سپاسګزار هستم مهمانان ګرامی از حضورتان و بیننده های ګرامی. از شما هم تشکر که تا این دم بیننده بازنگاه بودن. تا برنامه بعد، الله نگهدار.